تایش نه یک کسی میخواست عقل کسی را یا هوش را آزمایش بکنه گفت یادم بسیار بیعقل است گفت نیز گفت خیمه امتحانش میکنم گفت بیا بذار من بر تو یک قصه میکنم یک قصه میگم برای بو که می قصه کجاش غلط است اگه غلطش پیدا که میفهم تو بسیار هوشیار آدم است گفت بگو گفت روز عید بود یک تن از جوانا موترسکل داشت یک پاکت میوه خریده بود خانه خسرو میرفت نامزد منتظرش بود یک شات رام گرفته بود و هم میجیبش گفت رفت بعضی دریورا رو دیدین سب که چطور میدوانند یک موتر آمد موترسکل زیر زد کلیش پران از موترسکل خود آدم تا شد رفت کلی خود گرفت زیر بغل آمد دواخانه بالاش زیر دوا زد خانه خسرو خود رفت کجا این قصه دروغ بود بگو مرا خیلی بیعقل کرده گفت گفت در روز دیدم دواخانه واز می باشه تشکر سبزی ها چکشک نگوریم بر شما زحمت میشه والی از زلمای جان آرا می خواهیم تشریف بیارن هنرنمایی بکنن دوستای عزیز گرامی ما برنامه آزمونگاه زین خدمت شما تقدیم میکنم خدا کنه لحظات که با ما هستین برتون پارچه خسته کن تمام نشه دوستای عزیز گرامی حاضر در تالار السلام علیکم اولا از خداوند پاک یکانه آرزو داریم که در وطن محبوب ما صلح و امنیت برقرار شود و در خانه فرد فرد افغان ما خوشی و سعادت وجود داشته باشد همکارم پشتنه جان هم چیز گفتنی دارن که خدمت شما تقدیم میکنن درانو حاضرین و دی تلویزیون گرانو لیدونکا زم پخپل وار سره تاست دیر دیر سلامونه بلنده کام درانو حاضرینو اوس دغه پرولنزیونو څخه چې موږ ته په دې برنامه کې توفیر علی ګلیدی نو مخلوط شخپل همکار نه هیله کوم تاسو ته معرفي کړی خوب دوستای عزیز سلاقی علی دمدم واقعی رکاخانه چهار پای سپل شطر را به برنامه ما تور توفه ارسال کردن که ازشان تشکر میکنیم همدارنګه محترمه میرمن گلبوبو د خپل ارایشګاه څخه یو سختګی وشتن او دوه او یو جوب برتونه ما ته رالگلیده درانو حاضرینو اوز دیزینی هزمینو لمره برخه پیل کهو دیدی برخی دی محترم دواتن گدون کهون که چی نمونه تشویش الله بی خود او محترم شاببو ککینا ایلا کام چستیش مخطر راشی شاببو ککی می شرمو خب بفرمایید نشرمی شاب بو کاکای ما سر سنف ششم دلم گد گد میکنم خب بفرمایید خیر است فرق نمیکنه شاب بو کاکای خب تشکر شما برادر تشویش الله فارغ التحصیل سنف هشتم ابتدای پخمان جری خب اشتراک کننده های عزیز بر بخش اول برنامه را تخصیص دادیم به چهار بیتی ها که یک چهار بیتی برادر ما میخوانن تشویش لاجان بی خود و یک چهار بیتی خواهر ما خب شما شروع کنین شاب بو جان من میشرمیم خیر است فرق نمیکنه ما قربان چه و مایزید نوروز چرا از دوستی ما کردی تو گلوز؟ مرا من دیار دیگر گرفتی دلم بد کردی مانند منگاز؟ خب تشکر خب شما شروع کنین برادر ایاره که به وفا نبینم داغر قربان شوم کمکک های چاغر افسوس که پیردار شار از بیدار شو خانه می آمدم صبح دم باغت خب تشکر قسمه که تشکر تشکر قسمه که معلوم میشه اردوی اشتراک کننده ما نام خدا موفق هستن خب درانو حاضرینو اوز ده دوم برخه پیل کهو دیدی برخی ده دواتن دواتن گدون کمون که چون نهیل کمون ده پباری اختر که سو
کلمه معلومات کنی. خب اینا درباره اید گپ بزنن. شما اول برادر شروع میکنین. خب شما اول خواهر ما شروع کنن. ما اید که هستک اید یک چیز خوب است. اید این هم اید که میره باید از آدم عشتی کنه، باید از آدم کینه نگیره، باید از هموطنه مره که بعدی که خود دل بسودانه هر جای که باید از جنگی بدن باید از عشتی شوند، باید از عشتی شوند. خب خود دو دفعه گفت که عشتی شوند. خب شما بگوین در ایام اید باید از یک دیگر خود باید از آدم خبرداری کنه، اشتکار خود که یک گون جای برد نگو یک شوخی کنه، اگر شوخی کرد بعد از او بگو یک با قرآن خود در خانه که رفتم خفکت میکنم در این پولیش بشینه. بابوش آقاش باید از چای که خود لبدانش صحیح پا کنه. دگه اید یک چیز خوب است، آدم واوایی جور میکنه. این از دگه اینا دو دفعه تکرار کردن. خب شما شروع کنین. اید هم اید که هست خودش در ذات خود یک اید هست. یک دو دفعه باز گفت اید. خب شما شروع کنین. در اید آدم باید از چون گرمی زیاد هستک، آدم باید از اید قربان هست، آدم باید از گوشت کم بخوره، کباب زیاد نخوره، دواخانه قایمه باشه، باز در اونجا کجا بدوه، تکسی هم قیمت میگیره. خب تشکر. خب قسمی که معلوم میشه اردو اشتراک کننده ما نام خدا موفق هستن، از اشتراک اینا تشکر. خب دوستای عزیز درنو حاضرینو زمون پروگرام پمدی زای پایتا ورسگید دپل پروگرام تا پر لوی اخدای سپارو. دوستای عزیز ما شما را تا برنامه آینده به خداوند پاک میسپاریم. تشکر.